دوران یادگیری انگلیسی شخص شما به دو قسمت تقسیم میشه قبل از دیدن و تسلط به این رمز و راز و این ویدیو و دوران بعدیش دورانیه که بعد از دیدن این ویدیو و تسلط به این قانونه بنابراین این درس و این ویدیو رو از دست نده و تا انتها همراه با ما بیا قانون اسفیوت میگه آقا وقتی که شما میخوایی یه جمله انگلیسی بسازی و یا تحلیلش بکنی هر جمله انگلیسی از سه بخش اصلی SVO تشکیل شده S میشه Subject فائل به علاوه ورب، فعل به علاوه Object مفعول هر جمله انگلیسی رو که شما نگاه کنید یک جمله کامل تشکیل شده از Subject ورب، و Object فائل داره فعل داره و مفعول داره آقا میشه یه مثال بزنی چرا نمیشه قربونت برم اینم یه مثال میگه فاعل چیه آی ساده ترینش دیگه نه آی فاعل من به علاوه چی یک فعل فعل چی خوش آمدن لایک like. من دوست دارم من خوشم میاد از چی از ات ات برمیگرده به چی یعنی آن همین قانون رو آقا همین قانون رو من خوشم میاد ازش I like it من خوشم میاد ازش دوستش دارم آقا چقدر ساده است جمله انگلیسی نوشتن حالا میخوام مثلا تحلیلش کنم میگم سابجکت ما یا اسم ما چیه آی فائل به علاوه ورب فعل ما ورب ما اینجا چیه لایک like خوش آمدن به علاوه ات مفعول جمله آ انگلیسی واقعا مثل آب خوردن اینجا بله عزیز دلم حالا شک داری بریم جلو مثالهای بعدی رو که چک بکنیم با هم دقیقا متوجه میشی که جمله ساختن انگلیسی چقدر راحته ویدیو رو لطفا لایک کنید تا بریم جملات مثال رو با هم تحلیل کنیم و بگذاریم در قالب اس ببینیم چی ازش در میاد بیرون بزن بریم بریم یک جمله با زمان حال ساده سیمپل پرزنت مثال بزنیم یه جمله بسیار ساده I go to school I go to school. من به مدرسه میروم Go. I go. آقا چجوری تو اسوی و می گنجه؟ Subject. فائلمون. I. همین رنگی براتون کردیم که دقیقا متوجه بشید. فائل. Verb. Go. رفتن. To school. اینم مفعول جملمون. آقا کجا میری؟ To school. به مدرسه مفعولمون. فعلمون چیه؟ Go. I go to school. من به مدرسه میروم در قانون SVO هم جاش دادیم. آقا بریم یه زمان دیگر رو چک کنیم. بریم عزیز دلم. زمان حال استمراری. حال استمراری چه زمانیه این شکلیه؟ I am going to school. I'm going to school. من دارم به مدرسه می روم. در حال رفتن به مدرسه هستم یک زمانی رو اختصاص داده به خودش این عمل و این کار I'm going حالت فعل این جمله است آی که فاعل مونه I'm going دارم میروم به کجا مفعول جمله to school من دارم به مدرسه میروم اینم زمان حال استمراری present continuous آقا میشه یه زمان دیگرم مثال بزنی چرا نمیشه عزیز دلم زمان آینده ساده این شکلیه I will go to school I will go to school will go فعل جمله است یعنی خواهم رفت فاعل به علاوه فعل جمله به علاوه مفعول مفعول میبینید که ثابته I will go to school من به مدرسه خواهم رفت آقا میشه یه ساختار دیگه بگی چرا نمیشه قربونت برم زمان گذشته ساده سیمپل پست چجوریه I went to school من به مدرسه رفتم آقا چرا فعل go شد went چون فعل بیقاعده است بچه ها اگه مهمترین افعال بیقاعده رو میخواید یاد بگیرید ویدئوش رو براتون ساختیم و قبلا تقدیم کردیم آدرسش رو همین بالا براتون میذاریم و در قسمت توضیحات این ویدیو میتونید بهش دسترسی داشته باشید مهمترین افعال بیقاعده انگلیسی که باید بلد باشید و براتون مهمه و به دردتون میخوره اینا رو توی ویدیو کاملا براتون در جدول توضیح دادیم پس آدرسش رو براتون اینجا قرار میدیم فعل گو گذشتهش چون فعل بیقاعده است میشه ونت فعلمون اینجا پس went to school I went to school من به مدرسه رفتم اینم زمان گذشته ساده simple past آقا میشه یه زمان دیگه بگی چرا نمیشه قربونت برم زمان گذشته استمراری یه کاری که استمرار داشته یه مدتی رو به خودش اختصاص داده و در زمان گذشته هم بوده past continuous آقا چجوریه اینجوری I was going I was going داشتم میرفتم to school به مدرسه قاعده و ساختار رو دقت دارید دیگه subject verb object verb ما اینجا چیه was going داشتم میرفتم I was going to school من داشتم به مدرسه میرفتم یک کاری که یک مدتی رو به خودش اختصاص داده در زمان گذشته هم اتفاق افتاده همینطور که دارید مشاهده با میکنید باز هم قانون SVO در این جمله گذشته استمراری هم صادقه آقا یه زمان دیگه مثال بزن. باشه چشم عزیز دلم. اینم زمان آینده استمراری. I will be going to school. من در حال رفتن به مدرسه خواهم بود. در زمان آینده در یک بازه زمانی من در حال رفتن به مدرسه خواهم بود. ساختارش این شکلیه که در قالب اسویو قرارش دادیم. I will be going. Will be going یعنی در حال رفتن خواهم بود به کجا تو سکول I will be going to school subject verb object مشاهده میفرمایید که باز هم در قانون SVO قرار گرفت بچه ها بریم یه ساختار دیگه هم یاد بگیریم بریم آقا ساختار بعدیمون چیه زمان حال کامل I have gone to school Verb چیه اینجا have gone یعنی رفته ام یه کاری که به اتمام رسیده تمام شده الان داریم در موردش صحبت میکنیم در قالب اسویو میگنجه بله آقا سابجکت اینجا آی دوباره have gone رفته ام ورب ما اینجا چیه have gone به کجا to school من به مدرسه رفته ام have gone I have gone to school من به مدرسه رفته ام آقا قانون اسریو واقعا خفنه بله مثل شما که انقدر خفن و کار درست و نمره بیستید بریم یه ساختار دیگه آقا بریم شما که اهل یادگیرید و مشتاق ما هم به ذوق میاییم و میریم ساختار بعدی آقا ساختار بعدی چیه گذشته کامل پست پرفکت چه جوریه I had gone to school من به مدرسه رفته بودم در زمان گذشته کار انجام شده به اتمام رسیده تمام شده رفته پیکارش. باز هم در قالب SVO می گنجه. بله subject I به علاوه verb had gone. رفته بودم to school به مدرسه آقا قانون SVO خیلی خوبه بله چرا بد باشه میتونید جملات انگلیسی رو به راحتی مثل آب خوردن تحلیل کنید خوب باهاشون آشنا بشید و رشد انفجاری در انگلیسیتون داشته باشید با بریم با هم چند تا جمله کاربردی رو در قانون SVO دوباره قرار بدیم و باهاش کار بکنیم یک مثال داریم اینجا It sounds great It sounds great sound یعنی صدا میدونید و یک معنی دیگه, دیگه داره یعنی به گوش اومدن در حقیقت ما تو فارسی نمیگیم میگیم که به نظر اومدن ایت فاعل جمله است سابجکت ساوندز به نظر می آید اس سوم شخص رو اینجا گرفته چرا؟ چون فاعلمون من سوم شخصه ساوندز فعل جمله که همونطور که گفتیم اس سوم شخص گرفته great قید حالته یعنی عالی ایت ساوندز گریت عالی به نظر میاد همونطور که شما میگید این درس عالی به نظر میاد تو قسمت کامنت بنویسید It sounds great بسیار پرکاربرده از این جمله میتونید در زندگی روزمرتون جایی که خیلی چیزی عالی بود خوب بود میتونید ازش استفاده بکنید همچنین میتونید بگید It sounds good یعنی خوبه خوب به نظر میرسه و همچنین It sounds great عالی به نظر میرسه We are learning English We are learning English ما داریم انگلیسی یاد میگیریم وی فایل جمله subject are learning داریم یاد میگیریم فعل learn در حالت ing ساختار چیه؟ حال استمراری انگلش زبان انگلیسی We are learning English ما داریم انگلیسی یاد میگیریم همونطور که مشاهده میفرمایید subject به علاوه verb به علاوه مفعول انگلیش بریم بعدی ببینیم بعدی چی میگه بعدی میگه English is so easy English is so easy فاعل ما چیه؟ انگلش ایز فعل جملمون و سو so ایزی بسیار آسان مفعول جمله است. انگلیش سو ایزی، انگلیسی بسیار ساده است. بعد با انگلیسی مثل آب خوردن، انگلیسی بسیار ساده است و خیلی راحت میتونید یاد بگیرید به شرطی که تمرین کنید. بریم جمله بعدی. They made a cake for us. They made a cake for us. They فایل جمله made گذشته فعل make یک فعل بیقاعده است گفتیم حتما برید اون ویدئوی مربوط به افعال بیقاعده رو یاد بگیرید باشون تمرین کنید مهمترین هاشون رو براتون لیست کردیم اون درس رو حتما فراموش نکنید A cake for us یک کیک برای ما میبینید که subject, verb و object آنها یک کیک برای ما درست کردن بریم جمله بعدی میبینید که همه جمله ها در این ساختار دارن قرار میگیرن جملات کامل حواستون باشه We fixed Sarah's bike بایک یعنی دوچرخه یا موتور حالا خیلی مهم نیست We فایل جمله ما fixed fix یعنی تعمیر کردن fixed حالت گذشته چیه یک فعل باقاعده است میبینید که فعل قرمزه در اینجا و Sarah's bike دوچرخه سارا آپاستروفی اس برای مالکیت چیزی به نسبت یک انسان حیوان یا کلن جاندار We fixed Sarah's bike. ما دوچرخه سارا را تعمیر کردیم. دم شما گرم که دوچرخه سارا را تعمیر کردیم. بریم جمله بعدی. It is raining. It's raining. دارد باران می بارد. ایه. توجه کردید به این موضوعی. It فاعل جمله. Is raining. فعل جمله. Is raining. دارد می بارد. آقا مفعول کجاست؟ مفعول دیگه نداره. It's raining. دارد باران میبارد مفعول نداره چیز مهمی هم نیست یک جمله میتونه مفعول نداشته باشه It's raining دارد باران میبارد بریم بعدی I am just leaving work I'm just leaving work I فاعل جمله I'm leaving دارم ترک میکنم دارم اونجا رو ترک میکنم Just در اینجا قید زمانه یعنی به تازگی همین الان Work مفعول جمله است پس دقت داشته باشید غیر از ساختاری که به عنوان پایه اشاره کردیم سابجکت ورب آبجکت که هر چند ممکنه مفعول هم حذف بشه ممکنه قید هم در اینجا داشته باشیم قید حالت قید زمان به هر حال اینا رو باید توجه بکنید هی گسترش پیدا میکنه دانشتون در حقیقت قانون SVO Subject Verb Object قانون پایه‌ای برای ساخت جملات و ممکنه یه هایی حذف بشه و هایی بهش اضافه بشه اینا رو حتما با هم مرور خواهیم کرد نگران نباشید در اینجا آی فایل جمله ام لیوینگ دارم ترک می‌کنم یه جایی رو کجا رو ورک با چه حالتی چه زمانی جست I'm just leaving work دقت داشته باشید که حالت اومده I'm leaving رو از هم جدا کرده I'm just leaving work من به تازگی دارم محل کارم و ترک میکنم زنگ زده میگه کجایی چیکار میکنی میگی I'm just leaving work من به تازگی دارم محل کارم رو ترک میکنم زمان حال استمراری بریم بعدی It is none of your business It's none of your business یکی از عبارت که خیلی دوستش دارن یعنی به تو ربطی نداره آمیانش حالا ببینیم ساختارش چطوریه It که فاعل جمله است یعنی اون چیزه اون موضوعه Is است None of your business None of your business یعنی چیزی که خارج از کسب و کار تو یا مرتبط به کسب و کار تو نیست It's none of your business یعنی اون کار به تو مربوط نیست یعنی مرتبط به تو نیست و آمیانش میشه به تو ربطی نداره بعدی Everyone was clapping Everyone was clapping Clap یعنی دست دادن حالت آینجی شومده was clapping یعنی داشتند دست می زدن. به عنوان تشویق کردن کیا داشتند دست می زدن فعال ما کیه everyone هر فردی همه افراد was clapping همه داشتند دست می زدن می بینید که دیگه اینجا مفعول هم نیاز نداره everyone was clapping همه داشتند دست می زدن. شما برای خودتون دست بزنید خودتون رو تشویق کنید که تا اینجای ویدیو همراه بودید و این درس رو دنبال کردید واقعا دمتون گرم رزوی تندرستی و بهروزی داریم برای شما عزیزان در کنار خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید.